תזכו לשנים רבות, טובות ונעימות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. היום נורני ומקדס סוכה, סייה אימן, סייה חודה, סייה תבקול, סייה איסר, שהמה אינה ובשטר אז אינה ג'ם שודה תויק אמר אלוהי. سوکا سایه ایمانه، سیلاد ممنوتا، همونطوری که زهر کادوش میگه توصیف میکنه سوکارا سایه ایمان. حقیقتا به خاطر اینکه این کلاس معمولا از گفته ها و آموزه های نور الانوار قدش اقداشیم ورخیم اکادوشه ربنو حیم بن مشه ایبن اتر زخوتو یاگن علنو و علیخن و الکل اسرائیل، اول یه گفته ای از ایشون عنوان بشه، بعد ببینیم بحث به کجا میکشه. در آیه نوشته بستوکوت تشوو کلا ازراح به اسرائیل یشوو بستوکوت، یعنی در سوکا ساکن بشوید و همه شهروندان بنی اسرائیل بشینند در این سایبان یا سوکا. مسئله سر اینه که در ابتدا آیه به حالت مخاطبه، داره خطاب میکنه به شخص مقابل یا اشخاص مقابل. بسوکوت تشوو، ساکن بشوید در سوکا، این مخاطبه. ولی در انتها آیه در مورد شخص سوم یا اشخاص سوم صحبت میکنه، دیگه مخاطب نیست، میگه همه شهروندان یهود بشینن در سوکا، اشخاص سوم غیر مخاطب. اورخیم اکادوش توضیح میدن که اول آیه داره در مورد یه سری از اشخاص صحبت میکنه، به همین خاطر مخاطبه. انتهای آیه داره در مورد اشخاص دیگر، اینا یک گروه از انسانها نیستند، دو گروه مجزا. اشاره میکنه به اون چیزی که در متون مقدس ما علل خصوص در زهر نورانی و مقدس آورده شده که در ایام سوکا شیوه ها رویم، هفت چوپان مقدس نورانی قوم ما، ابراهام، اسحاق، یعقوب، مشه، اهرون، یوسف، داوید، اینها را بهش میگن هفت چوپان ایمان، به خاطر اینکه همه ایمان ما، همه ارتباط ما با خدا، همه ارتباط و ایمان ما با علم الهی تورا و معنویت و کل نفس الهی ما منشأ میگیرن از این هفت انفاس مقدس مطهر نورانی، مثل چوپانی که به گله خودش میرسه، غذا میده و اون گله را بزرگ میکنه. این هفت بزرگوار چوپان انفاس و ارواح و نفس الهی ما هستن، به ما غذای روح میدن، باعث ارتقای ما میشن، باعث رشد و بلوغ معنوی ما هستن، همیشه و بودن و خواهند بود. پدر مقدس ابراهام، اسحاق و یعقوب و موشه و اهرون و یوسف صدیق و داوید ملخ، که خواهیم دید که اینها چه عجب اینها. این مقدمه‌ای بود در مورد هفت مهمانی که گفته شده در ایام سوکا. هر شب همه این هفت بزرگوار در سوکا حاضر میشن
و اونطوری که دیورخای میتسنز توضیح میدن، میگن با اینی که این بزرگواران یک نوع لباس این دنیایی پوشیده میشه روی روح مقدسشون که بیان تو این دنیا، با اینی که ما حتی اون لباس هم نمیتونیم ببینیم برای اینکه حتی اون لباس هم معنویه، با این حال اون فیض معنویشون هر کدوم از اینها یه نوریه، یک اخلاق خاصیه، یکی از خصائل الهی ها انتقال میدن به این دنیا. ابراهام خصلت احسان و عشق به خدا، عشق به انسانیت. اسحاق آوینو هیبت از خدا، پحد اسحاق. یعقوب آوینو نور رحمت، نور حقیقت، نور پاکدلی، خلوص نیت، تمیموت. و مشه ربنا علا و شالام اهران اکوهن یوسف صدیق، هر کدوم یه نور دیگه یه. مطابق هفت خصلت خداوند که بارها اشاره کردم که خدا دارای 10 خصلت، 3 تا اولیا اون قسمت عقلانیه، دانش و فهم و درکه، ولی از اون به پایین به بعد وارد میشه تو احساسات و اخلاق، احسان، جبروت، هیبت، شکوه، ابدیت و الاخر. این هفتا مطابق اون هفتا خصلت پایینی خدا هستن، به همین خاطر که این هفتا انتخاب شدن. اینا سمبل این هفت خصایل خدا بودن روی زمین، که یه کلاس داشتیم در مورد سارای منو که توضیح دادم که منظور از اینی که میگیم ابراهام احسان یا یعقوب و وینو رحمت خداه، منظور اینه که توی این دنیا نزدیکترین شخص به احسان خدا، به خصلت احسان خدا، که احسان خدا را تو این دنیا درش تجلی شده، ابراهام و وینو بوده. یعنی اون دیگه نزدیکترین بوده به احسان خدا، با اینی که هیچ قابل مقایسه نیست ابراهام عشقش و احسانش با عشق و احسان خدا، اون خالق این مخلوق، اون نامحدود این محدوده، با این حال نزدیکترین بوده. هر کدوم از این هفتا دیگه اوج نزدیکی به اون خصلت مختص خودشون بودن. خلاصه بعد از همه این مقدمات، این هفت بزرگوار هر شب مهمان سایبان ایمانن، میان توی سوکا. بعد اورخای مکادوش میگه که اول آیه که مخاطبه میگه بسوکو تشوو، خطاب میکنه در سوکا ساکن شین، میگه این گفته خداه به هفت چوپان ایمان، به هفت مهمان نورانی این هفت شب. خدا به اونا میگه که برید، برید، دستور میده، میگه برید توی سوکای فرزندان من، فیض خودتون را انتقال بدید اونجا، نور اون خصلتی که درش متشخص هستید اون را انتقال بدید به کسایی که تو سوکا نشستن، یعنی ابراهام و وینو، عشق به خدا، عشق به انسانیت، و هر کدوم خصلت خودش را به اون کسایی که تو سوکا نشستن و اگه ارتباط برقرار بکنن و اون امر خدا که نشستن در سوکا با جزئیاتش، با عشق، با هیبت از خدا، با احساسات، با شوق، با ذوق انجام بدن، بعد ارتباط برقرار میکنم با خصائل مقدس این هفت بزرگوار. پس اول آیه خدا به اینا دستور میده که برید، برید توی سوکا. یه چیزی بگم، ما بین اشکنازیا سفارادیا ترتیبش همین طوری قبول دارن، تا اونجایی که من میدونم بحثی درش نیست که ابراهام، اسحاق، یعقوب، بعد موشه، اهرون، یوسف، داوید. ولی بعضی از اشکنازی ها بودن که میگفتن که یوسف باید قبل از موشه باشه، تو تاریخ هم این طوری بوده که
حالا نمیدونم اینی که موشه قبل از اهرانه فکر نمی کنم بحث در اون مورد بوده، یا اگرم بوده من اطلاع ندارم، به خاطر اینکه موشه ربان شل کل نویین بوده، از اهرون در نبوت ارجع بوده. با این حال ولی یوسف میگن خوبه قبل از موشه باشه، برای اینکه یوسف صدیق قبل از موشه ربانو به دنیا آمده. ولی طبق میگم طبق این محاسبات عرفانی این هفت خصایل یوسف شیشمیه، یسوده، ترتیب تولد و تاریخ نیست اینجا، ترتیب فیضه، ترتیب اون خصلتی که هر کدوم داشتن. ولی بعضی میگن نه باید ترتیب تاریخی داشته باشه. بعد بین دو تا بزرگوار که درست الان تو خاطرم نیست که اسمشون چی بوده بحث بوده، این یکی میگه این طوریه، اون یکی میگه اون طوریه. بعد یکی به اون یکی پیغام میفرسته میگه من نمیفهمم، شب چهارم که میشه نمیبینی که موشه ربنو میاد؟ یعنی اینقدر برای اینا آشکار بوده، برای بزرگان ما. خب خلاصه پس اول آیه خدا میگه که خطاب به این انفاس نورانی و مطهر و مقدس میگه که برید، برید مخاطب، برید توی سوکا بشینید، ساکن بشید، یعنی نور خودتون را فرود بیارید توی سوکای هر شخص یهودی. آخر آیه در مورد ماه کلا ازراح به اسرائیل یشوو و سوکوت، اون دیگه مخاطب نیست، اون اشخاص سومه، میگه همه شهروندان قوم یهود در سوکا بشینن. اگه نه تکرار مکررات بود و تضادم داشت، اول مخاطبه بعد شخص سومه. طبق رخای مکادوش داره در مورد، گفتم، دو دسته مختلف و مجزا صحبت میشه، یکی در مورد اون ارواح مقدس، یکی درباره ما. خب تا اینجا یکی از گفته های رخای مکادوش. اورها اوروت اورشی و تایامیم ربنو اسرائیل بن ربی الیزر و سارا برشم تو و کادوش، برشم تو و مقدس و نورانی زخوتو یاگن آلنو و علیخن و الکل اسرائیل. در مورد این آیه که میگه بسوکو تشروشی و تیامیم، حقیقتا برشم تو و کادوش میپرسن که طبق گرامر یا دستور زبان آیه جور در نمیاد ترتیبش، تو آیه خوب بود گفته بشه که شیوعت یا میم تشبو و سکوت. آیه خودش چی میگه؟ اول بذاری ببینیم آیه چی میگه، ترجمه چیه. میگه در سوکا ساکن شوید هفت روز. معمولا ترتیب تو زبان مقدس اینطوری نیست، خود بگه که هفت روز ساکن شوید در سوکا. درست برعکس رفته، بس سوکوت تشبو، در سوکات ساکن بشوید هفت روز. خب عوض این که بگه هفت روز در سوکا ساکن بشوید، برشن تو اکادوش میگن که برمیگرده همین موضوع هفتا چوپان ایمان، این هفت بزرگوار، هفت نور. میگه که آیه داره به ما میگه بس سوکات تشوو، یعنی ساکن کنید در سوکا هفت روز را. طبق اونجوری که الان تو آیه هست یعنی که ساکن کنید، خدا داره به ما میگه الان ساکن کنید در سوکا هفت روز را. یعنی چه در هفت روز چجوری در سوکا ساکن میکنن؟ منظور از هفت روز چیه؟ این هفت بزرگوار ابراهام، یسخاک، یعقوب، موشه، هارون، یوسف، داوید، اینا هر کدوم یک روزن، یعنی روز سمبل نوره، نورانی هن مثل روز. هر روز از ایام هفته همونطوری که بارها بهش اشاره کردم مطابق یکی از این هفت خصلت الهیه. قسمت عقلانی خدا که دانش و فهم و
درک خدا بوده، اون استفاده شده برای خلقت. خدا با درایتش، با حکمتش، با دانشش، با فهمش همه چیز را خلق کرد در 7 روز. خب با اینکه شبات خودش چیزی درش خلق نشد، اون یه بحث جداییست. با این حال 7 روز هفته، یه بار سوال کردیم چرا خدا یه جوری کرده که 7 روز هفته باشه، خوب بود مثلا 8 روز هفته باشه یا 3 روز هفته باشه. هیچ چیز تو این دنیا که تصادفی نیست، مخصوصا آفرینش، خلقت. برای اینکه هر روز یه نور دیگه ایه. هر روز هفته ما 1 شنبه، 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه، 5 شنبه، جمعه و همچنین شبات. روز 1 شنبه همیشه سمبل احسان و عشقه، روز 2 شنبه هیبت خداه و الی آخر. نه، این تکرار میشه، هر روز یه نور دیگه از این 7 خصلت الهی انتقال داده میشه به این هستی. و این 7 بزرگوار هر کدوم یکی از این روزهای ابراهام، روز روشن نورانیه، نور احسانه، روز احسانه. اسحاق روز هیبت از خدای، یعقوب روز رحمت، روز حقیقت، روز خلوص نیت تمیموت و الی آخر تا آخر آخری داوید ملک، داوید ملک مشیخا، اون سمبل پادشاهیه. روز شبات هم سمبل پادشاهیه، اون یه روز پادشاهیه مثل اون یکی که روز رحمته. پس اینا روزن، روز روشن و نورانی، مثل خصائل الهی توی متون مقدس، علل خصوص تو زوار مقدس در مورد سفیروت. سفیروت یعنی همون 10 خصائل خدا، از لاشون، از واژه اون سپیر یعنی سنگ نورانی درخشان. اینا هر کدوم یه نور دیگه ای از خداه، نور رحمت خداه، احسان خداه، عشق خداه، خصلت پادشاهی خداه. خصائل الهی هم ایام خونده میشن، ایام الهی. این 7 بزرگوارم ایام نورانی خونده میشن، برای اینکه یه شمه ای هستن از این 7 نور خدا. و ببینید برشمت و کادوش چه زیبا آیه را تفسیر میکنن. میگه خدا داره به ما میگه که در سوکا ساکن کنید، یعنی اگه تو سوکا آدم سوکا را مقدس نگه داره و احترام سوکا، قدوسیت سوکا و این امر خدا را با عشق، با شوق و ذوق، همونطوری که گفتم انجام بده، با طهارت افکار مخصوصا. نوامنی ملخ زخوتو یا گنالینو خیلی تاکید میکنن که اصل قدوسیت این ایام بستگی داره به طهارت افکار آدم، قدوسیت افکار آدم که اجازه نده هر فکری وارد این ذهن بشه. بعد این طور رفتار کردن توی سوکا باعث میشه که 7 روز که اشاره به 7 نور و 7 چوپان ایمان که هر کدومشون 1 روز نورانیه، بیار و ساکن سوکا بکن. به همین خاطر آیه ترتیبش اینقدر نامرتب به نظر میاد که اول میگه بسوکو تشبو، در سوکا ساکن کنید یا ساکن بشید، و میشه گفت ساکن بنمایید. شیوت یا میم 7 روز نورانی را، اگه میگفت شیوت یا میم 7 روز در سوکا ساکن بشید، دیگه اینو نمیشد گفت. به همین خاطر ترتیب به هم خورده که یه اشارهی بکنه، یه رمزی بکنه به اسرار الهی که در سوکا ساکن کنید 7 روز نورانی، یعنی 7 انفاس نورانی، 7 چوپان ایمان را. بعد این 7 بزرگوار
که همونطور که گفتم بستگی داره به رفتار آدم، به ارتباطش با میسوای سوکا و احترامش برای سوکا و عزتش برای سوکا، علاقش به سوکا، شوقش برای سوکا. اینا فقط من کلمات مختلف همینطوری نمیگم، هر کدومش یه قسمت دیگه ای از احساسات آدم در مورد امر خدا، شوق، ذوق، عشق، شادی، باعث میشه که بیشتر نور اینها انتقال داده بشه تو سوکایی که میشینه. یعنی وقتی که مثلا شب چهارم میاد، چهار تا روز، چهار تا نور که هر شب رسیدیم به این شب چهارم، حقیقتا نه فقط چهار تا نور، هفت تا نور، هفت روز نورانی. روز فقط دقایق و ثانیه و ساعت ایام هفته نیست، روز یه معنویت داره، یه نوری داره. هر شب هفت تا روز میاد ساکن میشه توی این سوکا، هفت تا نور، هفت نوع فیض مطهر و مقدس که آدم هم نورانی میکنه، یه تأثیراتی داره بر روی آدم. امشب مشه ربنا و شالوم همراه با دیگر بزرگواران، ولی دیگه امشب مختص مشه است، اونها هم نور خودشون هنوز انتقال میدن، ولی مشه ربنا صاحب خونه میشه، نور اون از همه قوی تر میشه. گفتم اینا هفت چوپان روح الهی ما هن. یعنی هر ارتباطی که ما با خدا داریم، با علم الهی خدا داریم، با معنویت داریم، با انسانیت داریم، از طریق این هفت تا نوره. هفت روز آدم ها نورانی میکنن که بتونه یک سال دوام بیاره تو تاریکی و فساد و بیخدایی این دنیای کاذب گولزن. یک نکته هست در مورد سوکا که یه جایی توی یک نوشته های بلشنت و اکادوش ذکر شده، جایی دیگه هم ذکر شده، ولی چیزی که بلشنت و اکادوش بگن دیگه ارزشش تا عرشه و عمقش تا عرشه، که یه وجه تشابهی یا بیشتر از یک وجه تشابه بین سوکا و میکوه هست. در میکوه کل جسم وارد این آب میشه، اگه نشه آدم طهارت پیدا نمیکنه، بعد تموم حتی موهای سرش هم بره زیر آب. در سوکا هم همین حالت ها داره، کل وجود آدم وارد میشه توی سوکا معمولا. بعد برشم تو بکادوش میگن که این دوتا وجه تشابهشون تو خیلی چیزها هست، ولی تو دو تا چیز بیشتره. یک، این که باعث طهارت و اصلاح وجود آدم میشن، حتی جسمش یه لباسشویی برای جسم و روحه، که آدم واردش میشه انگار شست و شود داده میشه، طهارت داده میشه از ناپاکی ها و همونطوری که زرشیم شون رب شمشون خاییم بن رب نخمان میخواه نخمانی. خیلی اینا روش تأکید میکنن که یکی از نیات سوکاینی که آدم باید تو ذهنش باشه وقتی که وارد سوکا میشه یا در سوکا میشینه یا هر چیز دیگه، اینه که سوکا قدوشا یا قدوسیت را در دنیا قوی میکنه، باعث قوت قدوسیت در هستی میشه این میسوا. و وقتی که قدوسیت قوی میشه، قوی تر میشه، قدرت بیشتری پیدا میکنه، نجاست، اهریمن، ساتان، شیطان، قوای شیطانی درون انسان در کل هستی ضعیف میشن. پس ضعف نجاست و شیطانه و قوت و قدرت پیدا کردن قدوشای قدوسیته. این نیت سوکای مثل میکوه است، آدم ها مقدس میکنه، طهارت میده از ناپاکی ها، از نجاست، از دوری از خدا.
پس یه بچه تشابه بین میکوه و سوکا اینه که انسان را اصلاح میکنه، طاهر میکنه، قدوسیتش را بهش قوت میده و انرژیای منفی و اهریمنی و شیطانی و حیوانی و الاخر را ضعیفتر میکنه. و نکته دومه بچه تشابه بین میکوه و سوکا اینه که هر دو مسبب انتقال و فرود آمدن نور تو این دنیا هن. سوکا خیلی نورانیه، بجز این که هفتا نور این هفت چوپان ایمان که هر کدومشون کل هستی هن، پایه آفرینش هن، نور خدا هن. هر کدوم یه نور دیگه، هر کدوم یه فیض دیگه. بجز این هفتا نور این هفت مقدس، خود سوکا که خودش امر خداه، خودش یه نور دیگه ایه. یه نور بالاتر از این هفتا نوره، نور طهارت خداه، از منشأ بینا فهم الهی، همونی که در مورد یوم کیپور یه سخنرانی داشتم در مورد فهم الهی که در روز یوم کیپور آشکار میشه. تو سوکا میاد تو زندگی روزمره آدم، آدم توی این نور میشینه، میخوابه، میخوره. مثل یوم کیپور نیست که تا حدی آدم تارک این دنیا میشه، از جسم دور میشه، نه غذایی برای جسم، نه لذاتی برای جسم، غذا فقط برای روح روز یوم کیپور. تو سوکا که آدم میاد این نور، همون نور یوم کیپور، نور طهارت یوم کیپور که گناه ها را پاک میکنه، میبخشه، انسان را طهارت میده، میاد تو زندگی روزمره آدم، خوردنش را طهارت میده، خوابیدنش را طهارت میده، جسمش را طهارت میده. و همون نور را، نور فهم الهی را انتقال میده توی زندگی روزمره. پس دو تا چیز شد، یکی اصلاح آدم و یکی فرود آوردن نور. دوباره تأکید میکنم این نور بجز اون هفتا نوره اون بزرگوارانه، این نور از نور اونها هم بالاتره. به نور سوکا میگن اور مکیف، حاله نور، برای اینکه آدم احاطه شده، مثل میکوه که میره توی آب احاطه میشه با آب طهارت، در سوکا احاطه میشه با نور طهارت، با نور بخشایش خدا، با نور فهم خدا. به این میگن اور مکیف. همه انوار الهی تقسیم شدن به دو نور، دو نوع نور. یکی اور پنیمی، نوری که وارد عمق نشاما میشه، وارد حتی جسم میشه، به اون میگن اور پنیمی، نور باطنی، نوری که انقدر عظیم و بزرگه که نمیشه واردش کرد و محدودش کرد در چیزی مثل جسم، حتی در روح. به اون میگن اور مکیف، اون نوریه که فقط از بیرون میتونه احاطه بکنه. سوکا، میکوه، اینا اور مکیفن، یعنی اون نوری که انقدر عظیمه که نمیشه وارد جسمش کرد، نمیشه محدودش کرد حتی در روح، فقط از بیرون آدم رو نورانی میکنه، نورش تابیده میشه، اثراتش وارد جسمش هم میشه، ولی محدود نمیشه بیاد تو جسم. واقعا این میسوایی که امری که خدا داده، مثل همه اوامر خدا، این مطالبی که آدم در موردش اطلاعات کسب میکنه یا یاد میگیره، اینایی که باید باعث بشه که آدم چقدر شوق و ذوق داشته باشه که بره توی سوکا. یه درک دیگه ایه، یه فهم دیگه ای از امر خداه. بله سوکا نورانیه، هفتا نور از این انفاس مقدس.
و بجز اون نور طهارت، نور فهم خدا که انقدر عظیمه که نمیشه وارد باطن بشه، مثل حاله نور احاطه میکنه آدم ها. چقدر این مسائل باعث میشه که این امر خدا را آدم با عشق انجام بده. چقدر خدا بزرگواره که تو هر میسوایی که داده اینقدر عمق هست، اینقدر نور هست، اینقدر فیض هست. تشکر بکن از خدا، خدایا نوکرتم، عاشقتم، دیوونتم، این میسوایی که دادی چقدر نورانیه، چقدر فیض، چقدر برکت، چقدر طهارت، که حتی با کفش و لباس و حالا میکوه که آدم وقتی واردش میشه باید کلن چیزی بین جسمش و اون آب نباشه، ولی نور سوکا اینقدر مقدسه و بالاتره که حتی آدم با کفشش و لباسش و همه این مسائل میتونه وارد این نور بشه. یه گفته دیگه بگم از بلشمت و بکادوش که ربط داره به اون گفته بزرگان ما در تلمود، قسمت عبودازارا صفحه سوم، که در آینده وقتی که خداوند بعد از اومدن مشیخ یا دوران مشیخ همه را میخواد قضاوت بکنه، کفار شاکی میشن، میگن که خب اگه به ما هم یه میتوایی داده بودی یا تورایی داده بودی یا هر چیز دیگه، خب وضع حال ما بهتر از این بود که الان هست که میخوای ما رو مجازات بکنی. بعد خدا هم میگه که خب باشه، بهتون یه میتوا میدم از همه این عوامری که دادم قبلا، اونم سوکای، برید ببینم چیکار میکنید. اینا هم میرن سوکا رو روی پشت بوناشون درست میکنن. بعد خدا هم انقدر هوا رو گرم میکنه که اینا طاقت نمیارن، لغت میزنن به سوکا، میگن ما نخواستیم. بعد سوال، خیلی سوال هست در مورد این گفته بزرگان ما، که میگن بزرگان ما گفته هاشون هرچی ساده تر و عامی تر نشون بده، جلوه بکنه در ظاهر، باید بدونید از همه اسرار دیگه تورا عمیق‌تره. تازه اونجا اسرار اسراره، سوده سودوت، برای اینکه اسرار الهی ها اینطوری پنهان میکردن اسرار تورا را. خب سوال اینه که آقا جان چرا خدا هوا را اینقدر گرم کرد؟ هوا خیلی گرم بشه ما هم از سوکا وظیفه نداریم تو سوکا بمونیم، اگه خیلی خیلی گرم بشه و غیر قابل تحمل بشه، مبرای انسان تو اون حالت. بلشمت و کادوش میگه که باید آدم ببینه که اصلا عمق مسئله سوکا چیه. سوکا همونطوری که تو تکیون زهر اومده از 4 حرف تشکیل شده. کلمه سوکا، سامخ، واف، خاف، ه، سوکا. بعد سامخ و ه را که جدا کنید میشه چند تا؟ 65 تا، مطابق یکی از اسماء الهی عدن، الف، دالت، نون، یود، اونم درست میشه 65 تا. بعد خاف واوم که از سوکا باید جدا بشه از این دو تا حرف دیگه، برای اینکه 4 حرف دیگه میشه ترکیبش از کرد از 2 کلمه که هر کدومش 2 حرف داره، یکی سامخه اون یکی خاف واف. خاف واوم که 26ه، 26 هم شم هویای اسم اعظم الهیه. بعد شمت و کادش میگن که کل مسئله سوکا که خدا این همه نور و انوار الهی و نورانی ها میخواد انتقال بده بهش، اصلش باید روی تواضع انسان باشه. انسان تا موقعی که منیت تو سیستمش هست هرچی بیشتر نور خدا دورتر. خدا با من آدم جور نیست. خدا خودش گفته توی تلمود که در مورد کسایی که کبر دارن، این انی به هوی خلیم لا دور به علام خاد، بانی که نسخه های دیگه هم هست، شلوه کادوش میگه به علام خاد، یعنی خدا میگه من و شخص متکبر توی دنیا جامون نمیشه، یا من یا اون،
یعنی چی یا من یا اون؟ یعنی نور من جدا، اون جدا، بذار بره زندگی بکنه بدون خدا، بدون مدد خدا، بدون نور خدا، بدون فیض خدا، ببینیم کجا میرسه. متاسفانه پس هرچی منیت کمتر، نور فیض خدا بیشتر آدم های احاطه میکنه یا تو وجودش میره. بعد سوکا گفتیم دوتا از اسماء الهیه، دوتا از اسماء مقدس الهیه، اولیش که ادنه، از واژه ادانیم. ادانیم یعنی پایه، پایه دیوار، یعنی مثل ته ستون، پایه ته ستونه، مثل توی میشکان که ته اینها را میگفتن ادانیم. یعنی آدم باید ته ته بشه از منیت، که اسم ادنه که امون اسم الهیه الف دالت نون یود برش ظاهر بشه، فیضش برش انتقال داده بشه، ارتباط برقرار بکنه. مثلا اسم ادنه که الف دالت نون یوده از واژه آدونه، یعنی سرور، پادشاه. پادشاه در قبال پادشاه کبر و منیت نیست، پادشاه پادشاهه، من بنده و برده و عبیر و خدمتکار و هیچم. اینطوری میشه با پادشاه ارتباط برقرار کرد. ولی اگه یکی بره جلوی پادشاه بگه من منم و تو تو، پادشاهی بیرونش میکنه یا ممکنه بدتر از اون باش بکنه. دنباله این اسم مقدس هم شمح و حیاه، یه فیض والاتر، رحمت خدا، نور عشق خدا. پس سوکا اساس و پایش اینه که آدم ته باشه در محضر خدا. این ما در مورد این کفار وقتی که خدا میگه برید سوکا درست کنید، میرن تو پشت بون سوکا درست میکنن. پشت بون یعنی سمبل کبر و منیت، بالا بودن. خدا میگه نه 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 نه، کل سوکا برعکس اینه، درسش، فلسفهش، عمقش، که از روششانا شروع شد. روششانا روزی بود که خدا پادشاه ما بنده، خدا سرور ما برده، خدا آقای ما فرمانبر، کشید به یوم کیپور و دیگه کشید به سوکا. سوکا گفتن همه این نورها آورده میشه توی حالتی، آدم قرار میگه که میگیره که کل نور روششانا و ایام ما بین روششانا و یوم کیپور و ایام مطهر و مقدس نورانی ما بین یوم کیپور و سوکا، همه اینا میاد تو سوکا، بجز هفتا نور جدید، مهمان، مهمانهای مقدس، اونا هم اضافه میشه. نور، فیض، این همه نور یه شرط میخواد، منیت کنار، من کنار، اون موقع باعث میشه که همه این انوار و همه این فیضهای مقدس انتقال داده بشه در عمق وجود آدم و اون را بتونه برای کل سال همراه خودش داشته باشه. آمین. کنیهی راتون.